مرقس فصل دهم. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی دریای اردن رفت. باز هم جمعیت به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان شروع کرد. عده ای از پیروان فرقه فریسی پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد اجازه دارد که زن خود را طلاق بدهد؟ عیسی در جواب آنها پرسید: موسی در این باره چه امر کرده است؟ آنها جواب دادند: موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا شود. عیسی به ایشان فرمود: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد، و الا خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد، و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند، بلکه یک تن می باشند. آنچه را خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در منزل شاگردان باز هم درباره این موضوع از عیسی سوال کردند. او به ایشان فرمود: هر که زن خود را طلاق دهد و با زن دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همین طور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. کودکان را پیش عیسی می آوردند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید کودکان پیش من بیایند، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسان تعلق دارد. به یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته برایشان دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخص دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چی باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو میگویی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را میدانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، تقلب نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او نگاه کرده فرمود: یک چیز کم داری، برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنج خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با چهره محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به چهار طرف دید و با شاگردان فرمود: چه مشکل است ورود توانگران به پادشاهی خدا؟ شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، داخل شدن به پادشاهی خدا چقدر مشکل است؟ گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از داخل شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان به اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می گفتند: پس کی می تواند نجات یابد؟ عیسی به آنان دید و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: به یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنجها، و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد.
اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان حرکت می کرد. شاگردان حیران بودند و کسانی که از عقب آنها می آمدند بسیار می ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کنار برد و درباره آنچی که می باید برایش واقع شود با آنها شروع به صحبت کرده و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و بر رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه خواهند زد و خواهند کاشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. یعقوب و یوحنا پسران زبدی پیش عیسی آمده گفتند: ای استاد، ما می خواهیم که آنچه از تو درخواست می کنیم برای ما انجام دهی. به ایشان گفت: چه می خواهید برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. عیسی به ایشان فرمود: شما نمی فهمید چه می خواهید. آیا می توانید از پیالهی که من می نوشم بنوشید؟ و یا تعمیدی را که من می گیرم بگیرید؟ آنها جواب دادند: می توانیم. عیسی فرمود: از پیالهی که من می نوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من می گیرم شما هم خواهید گرفت. اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست. این به کسان تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. وقت 10 شاگرد دیگر این را شنیدند، از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. عیسی ایشان را پیش خود خواست و فرمود: می دانید که در بین مردم کسانی که فرمان روا محسوب می شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می کنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست می نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد، و هر که می خواهد اول شود باید غلام همه باشد. چون پسر انسان نیامده است تا خدمت شود، بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی همراه شاگردان خود و جمعیت بزرگ از شهر بیرون می رفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماوس، پسر تیماوس، در کنار راه نشسته بود. وقت شنید که عیسی ناصری است، شروع به فریاد کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، به من رحم کن. عده زیاد او را سرزنش کردند و از او خواستند تا خاموش شود، ولی او هرچی بلندتر فریاد میکرد: ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، برخیز، تو را میخواهد. بارتیماوس فوراً چپن خود را به کنار انداخت و از جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود: چه میخواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد: هی استاد، میخواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی